بسم الله الرحمن الرحیم. بدین وسیله به اطلاع بینندگان محترم میرسانیم که موضوعات مطرح شده در سلسله جلسات علمی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی صرفاً جنبه علمی دارد و در جهت نقد و بررسی مسائل فقهی میباشد، لذا نظرات مطرح شده به عنوان فتوا و دیدگاه ایشان تلقی نمیشود. لازم به ذکر است مؤمنین گرامی می توانند جهت آگاهی از فتاوای ایشان از راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنند: مراجعه و یا تماس با دفاتر مرجع عالی قدر، مراجعه به نمایندگان و یا رساله عملیه معظم الله، مراجعه به پایگاه‌های اطلاع رسانی و همچنین صفحات رسمی دفتر مرجع عالی قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دون دون این مسائل باید ببینیم ادله معتبره چی درش وارد شده. اینجوری که میفرمایید دلیل نداره. دلیل اینه که یا قصاص کنه اگه قتل عمد بوده و قصاص درش تبعیض نیست، یا دیه بگیره که در دیه تبعیض هست، دلیل داره، اما در قصاص تبعیض نیست که دستش قطع کنن قاتل را بقیهش را دیه ازش بگیرن. پای؟ بله بله. مانع اینه که عمومات میگیره این جاها را. وقتی که شارع در قصاص حد قرار داد، یعنی چارچوبه با قول عربا مسطره قرار داد، دیگه زیاده کم نمیشه کرد درش. فایده نداره. نه عمومات میگیره، حق ندارن دست قاتل قطع کنن، حتی اگه خودش پیشنهاد کنه، حتی اگه خودش بطلبه، چون شارع در قصاص تبعیض در قرار نداده، لحاظه جایز نیست. باید تا حدی که ممکنه و حرج و ضرر نباشه به مواردی که احتمال میده اعلام بکنه. اگه صاحبش پیدا نشد، وقت این میشه. بعد روایات داره یک سال فقها فرمودن برداشتشون اینه که اگر زودتر یک سال مأیوس شد از اینکه صاحبش پیدا بشه، دیگه این میشه صدقه، اشکال نداره تا مأیوس بشه. مسئله که دیشب مطرح شد، مسئله ذوالعطاش که چطور میشه
قضا مستحب باشه، احتیاط استحبابی، اما فدیه واجب باشه. تابع دلیله در قضا که اگر عطاش بعد ماه رمضان میتوانست قضا بکنه، جماعتی کمم نیستن گفتن قضا بکنه و توی عمومات، جماعتی هم که اونم خیلی کم نیستن فرمودن که نه قضا اصلا نمیخواد، حتی اگه بتونه قضا کنه ذوالعطاش، من بهی داول عطاش در ماه رمضان غذا نخورد اما آب خورد همش، وقت این بعد ماه رمضان قضا بکنه یا نه؟ دو تا صحیحه داره که یکشم صحیح آدم صحیح محمد ابن مسلمه که ظاهرش اینه که قضا ساقط ازشه. و احتیاط استحبابی در قضا به خاطر اینه که عمومات و اینها گرچه این اخص مطلقه، جا نداره ما به عمومات تمسک کنیم، ما پاتت که من فریضت فقضه ها که ما پاتت که، یا آیه شریفه که در صوم بالخصوص داره فمن شهد منکم الشهر فلیصومه و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام آخر، اونا به این عمومات تمسک کردن، دلیل خاص ندارن. خب اما یه عده ای هم هستن به نتیجه این دوتا صحیح هایی که یکی صحیح محمد مسلمه اعراض هم ازش محرز نیست، یه عده ای بهش عمل نکردن، اما اعراض مشهور معلوم نی باشه. لذا احتیاط استحبابی اینه که اگه تونست قضا بکنه، نه وجوب، اما نسبت به فدیه حتی اونی که قضا به دلیل ازش ساقطه فدیه برش هست. اگر کسی ماه رمضان مریض بود اونقدر مسلم و اجماعیش، بعد ماه رمضان هم همین مرض ادامه پیدا کرد در رمضان دیگر، این یقینا دیگه قضا ازش ساقط، اما فدیه ساقط نی ازش. فدیه برای هر کسی است که قضا بین رمضانین انجام نداد، چه واجب بود و عصیانا انجام نداد، چه واجب نبود و نتونست انجام بده. لحاظا فدیه دلیلش میگیره اینجا رو، واجبه برش فدیه. بله، آخه این روزش همینه، این محل نه نه ببینید، این روزش همینه، یه عده فرمودن منم همین عرض کردم که این روزه است، فقط اجازه داده شده آب بنوشه، اما یه عده گفتن نه روزه نیست، الصوم لا یتبعض، یه دلیل خاص هم ندارن اونا. بله، دو اشکال نداره. ببینید کسی که ماه رمضان مریض بود روزه برش نبود، کل سال هم همون مرض ادامه داشت، این روزه برش ساقط مطلقه، دیگه سالهای دیگه نباید روزه بگیره، اما فدیه ساقط نه، فدیه عموم داره دلیلش. نه ما تمس اونایی که گفتن باید قضا کنه به فوت باید تمسک کنه، گفتن من فاتت که من فاتت و فریضتون فلی اقضه ها و آیه شریفه، نه این روزه است، این روزه فدیه عمومات داره، به خاطر عموماته. کسی که بین رمضانین قضا نکرد ولو قضا برش نبوده، ولو در ماه رمضان روزه برش نبوده، وقت اون عمومات میگیره اینجا رو، چرا نگیره؟ بله بگیم این روزه است، اما خب یه اجتهادیه که روزه است، به نتیجه اگر نه اونایی که گفتن از صوم لایت به عرض گفتن این روزه نیست، درستاش چه روزه یه که آب میخوره. من عرضم اینه منافات نداره، احتیاط استحبابی به خاطر دوتا صحیح هست، ببخشید قضا برش نیست به خاطر دوتا صحیح هست، احتیاط استحبابی به خاطر فتوای جماعتی از بزرگان، اما نسبت به فدیه
وجهی نداره بگیم فدیه برش نیست ظاهرا. بله 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 نه 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 عمومات داره، عمومات فدیه معمولا به همه هست ظاهرا اون. بله بله بله، وجه این که اون احتیاط استحبابی این فتوا ظاهرا اینه. ببینید یه وقت عرض کردم صاحب جواهر داره، صاحب مستند داره، دیگران دارن، چیزهایی که شهرت دلیلشه، یکی نسبه، یکی قبوره، یکی 7 تاست، 20 تاست، 25 تاست، 36 تاست، مختلفه ذکر کردن. یکی از کسایی که یه خورده مفصل این مسئله را ذکر کرده اگه بخواد رجوع کنید، مرحوم صاحب عروه است توی جلد دویم عروه که تو این چاپای 5 جلدی جلد ششمه، اونجا ایشون مفصل استدلالی ذکرش کرده. وقت یکیش اینه که با شهرت ثابت میشه، نسب با شهرت ثابت میشه، یعنی وقتی که زید میمیره از دنیا میره، اگه اولاد نداره، برادر خواهر نداره، عمودایی نداره، عمودایی پدری مادری نداره، نوه های عمودایی های پدری داره، وارثش میشن. و از کجا ثابت میشه که اینا نوه عموی باباش یا جدش هستن؟ شهرت در اینجا کافیه، یعنی نوبت به امام نمیرسه که وارث من لا وارث، نه لهو وارث. چیه دلیل لهو وارث؟ شهرت. هر چقدر شهرت بود، بله این شهرت ها گاهی ریشش خرابه، گاهی گاهی، اما امارت شارع این را حجت قرار داده. اگر یه جای وقت امارت این اگر یه جای علم به خلاف بود فبه ها، اما اگر علم به خلاف نبود، مجرد حتی ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تمام این امامزاده ها یا قبور صلحا مثل فضل ابن شاذان، امامزاده نیست اما از صلحاست، شیخ صدوق پدرش ابن بابوی، اینا امامزاده نیستن اما از صلحا هستن. هر جایی که معروف بود به اینکه این فلان کسه، یا معروف نبود که اسمش کیه، معروف بود اینکه این یکی از صالحین اینجا دفنه، این شهرت میگیره این را، گیری نداره مگه یه جای علم به خلاف باشه. ببینید زراره من اوثق الرواته، اما گاهی ممکنه اشتباه کرده باشه، اشتباه خراب نمی کنه وساقت را، اماره را خراب نمی کنه. بله اگه یه موردی اشتباه زیاد شد، الکثیر شبهت الکثیر فی الکثیر شد، آن که نیست همچی چیزی. خلاصه اگه یه جایی یک قبری معروفه تو همون ده، تو همون جا مزار اصلا معلوم نیست کیه این، معلوم امامزاده است، معلوم از صلحا است، از فقها بوده، اما اگه معروف بود، اگه میدونیم این ساختگی جدیده، یعنی محرز شد به علم وجدانی یا به علم تعبدی، فبها، اگر نه شهرت حجت مثل جاهای دیگه. یه مسئله ایه که جماعتی فرمودن، بنده هم همین استظهار رو دارم، که اگر کسی
منکر یکی از سه چیز شد یا منکر یه چیز دیگه شد که برگشتت به یکی از این سه چیز، توحید و نبوت و معاد. اگه منکر یکی از این ستا شد یا منکر یک ضروری شد که مرجعش به اینه که نعوذ بالله پیغمبر درست نگفتن، یا توحید و مرجعش انکار کرد، یا معاد را، اونه که این احکام اربع درش هست. اونم در جایی است که یه شبهه نباشه که خیلی ها اینجور شده باشن. اگه شبهه باشه که خیلی ها اینجور شده باشن، نه این حکم نداره، به دلیلی که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله منافقین هزارها بودن ظاهر بعض روایات، که اون روایت کافی شریف از حضرت صادق علیه السلام داره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که بر عبدالله ابن ابی نماز خوندن، رجع عن النفاق 1000 من المنافقین. چقدر بودن منافقین که هزار تاش برگشته، هزار تاشون از نفاق برگشتن. خلاصه اینا همینجور بودن، اینا یا منکر توحید و نبوت و معاد. و منافق یعنی چی؟ یعنی به ظاهر نبوت قبول داره اما با الى خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. خلاصه یه شبهه عمومی اگه نباشه، بله احکام اربعه هست، در جایی که اون منکر ضروری مرجعش به انکاری که از اصول ثلاثه باشه، و اگر نه نه. نه نه، اما اگر این حرفی که میزنه لازمش انکار نبوت، بله. این را صاحب جواهر مفصل در کتاب طهارت، در نجاسات، در باب کافر مطرح کرده که لازم. نه نه لازم نیست، اما اگه برگشتش به اون باشه مسلم، یعنی ظاهرش این باشه، بله. یعنی خواستید ببینید که این لازم شرط نیست که خودش ملتفت باشه به اینکه این منکر ضروریه یا اینکه این برگشتش به چیزه. کسایی که گفتن منکر ضروری ولو برگشتش به انکار احد اصول ثلاثه نباشه، اینه که مرتده. اونا گفتن، اونا فرمودن، اونا یه عده ایشون، شاید نه همشون، ها ها، غیر ملتفت را. مسئله تکلیف نیست، مسئله احکام اربعه دنیاست. مسئله تکلیف تابع عدم تقصیره که تکلیف نداره، یا تقصیره که تکلیف داره. اگر نه مشرکین همه ملتفتن که باطل شرک، نه جهالشون از کجا باز میدونن این را. این را عرض کنم صاحب جواهر مفصل این را اونجا، یعنی من از جواهر تو ذهنم، حالا شاید کتابای دیگه هم باشه. اما اول که در جعاله باید معین باشه، کی گفته؟ کی گفته؟ محل خلاف مسئله، جماعتی کم هم نیستن. گفتن ببینید شرایع و ببینید کتب را، در جعاله شرط نیست که معین باشه اون مال، اون شیء مجعول. میگه من هر کی گم شده مرا آورد، من یه هدیه بهش میدم. این جعاله صحیح نیست. اگه آورد این نباید بده، یعنی عقد نیست، این نباید بده. چرا باید بده؟ چی؟ جعاله عرض میکنم
اینکه مجعول باید معین باشه، این معلوم نیست. عمومات جعاله میگیرتش، جماعتی گفتن، اما خیلی هم گفتن نه لازم نیست. شما یه چیزی گم کردید، اعلان میکنید هر کی اینو پیدا کرد و آورد، من یه هدیه بهش میدم. نمیگید پوله، نمیگید کتابه، نمیگید چیه. اگه آورد نباید بدید. چرا باید بدید؟ چیه؟ بله بله، عرض میکنم، عرض میکنم. اونایی که گفتن تعیین، اونا دلیل باید بیارن، اگر عمومات میگیرتش. چی؟ نه نه، مجهول مجهول، مثل صالح میمونه. صالح با مجهول جایزه، خود شارع دلیل ما نداریم، یعنی دلیل معتبر نیست. برداشت خود من هم همینه که در جعاله باید معین باشه، حتی تعیین اجمالی هم لازم نیست. میگم کسی یه چیزی گم کرده، میگه هر کی اینو پیدا کرد آورد، من یک هدیه بهش میدم. میگن چی میدی؟ میگه هر وقت آورد وقت فکرشو میکنم چی بدم، حتی اگه تو ذهنش هم نباشه. پول میده، فرش میده، سکنای یک خونه بهش میده، هر چی. در جعاله اینجوره، یعنی اون جعل را قرار میده یک هدیه مجهول. چه گیری داره؟ ببینید کتاب جعاله رو ببینید، مسلم نیست. و اما این خود آیات و غیر از روایات که توضیح داده گیری نداره، بحثی هم نداره. اگه قبل روایات هم خود آیات رو ببینید، دو جور تعبیر هست تو خود آیه شریفه. یکی این هست انا نفقد صواع الملک، نگفتن شماها دزدیدید صواع را، گفتن ایها العیر انکم لسارقون، شما دز هستید، دزدیدید. اما نگفتن چی دزدیدید؟ اینا یوسف رو دزدیدن. نگفتن که صواع ملک رو دزدیدید. آخه صواع ملک رو اونا نبرده بودن، اینا مخفیانه گذاشته بودن توی حمل‌های اینها. و گفتن خود چی گم کردید شما؟ قالو نفقد صواع الملک، نگفتن صواع شما دزدیدید. از خود آیه در نمیاد که اینها گفتن به اولاد یعقوب که شما صواع را دزدیدید. یه بار گفتن انکم لسارقون، اما نگفتن مسروق چیه. وقتی که گفتن چی گم کردید شما، اونا گفتن نفقد صواع الملک رو گم کردید. ما الان در اختیارمون نیست صواع الملک، نفقد صواع الملک، لذا اونم گیری نداره. اینجا بله نه. اما ببینید با هم جمعش که بکنن، این نه ببینید، اولا اولاد یعقوب نگفتن ما چی دزدیدیم، اون وقت ایتال عرنکم لسارقون، اینا نگفتن چی دزدیدیم. تا این اگه بگم خدا صواع الملک، معناش این باشه که صواع رو دزدیدید. ثانیا بر فرض اونا اگه گفته بودن که نگفتن، گفتن ماذا تفقدون، چی گم کردید، بر فرض گفته بودن که ما چی دزدیدیم، اگه اولاد یعقوب علی نبینا و علی علیه السلام گفته بود دن که ما چی دزدیدیم، اینا جواب اگه داده بودن صواع الملک، ها معلومه که شما صواع دزدیدید. اما اونا گفتن نفقدو، یعنی حتی جواب سوال را ندادن دقیق، لذا ظاهرا گیری نداره. در توریه مشهور فقها، ببین شیخ در چیز قصه حضرت ابراهیم، بل فعله کبیرهم هذا، توریه است دیگه که کبیرهم فاعل فعله نیست. خلاصه توریه ظاهرا همینجور که مشهور ظاهرا فرمودن، شهرت هم از شاید نقل اجماع هم شده باشه، کذب نیست. بله یه جوریه، مثل کذب عملی میمونه. یک کسی یک کاری میکنه که آدم خلقم فقیره و فقیر نیست. بله اگه پول فقرا بهش بدن بگیره، اون بی خوده. یا یک کسی یک کاری میکنه که آدم خیال بکنن غنیه و غنی نیست. یه کسایی هست یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، یه جوری برخورد میکنه
که طرف یقین میکنه این فقیر نیست. ببینید در ارتکاز متعاقدین چیه؟ همون حق داره بکنه، یعنی تو بازار به قول بعضی بزرگان بازاری این مسئله تیکه اولش، که در ارتکاز متعاقدین اون که بهش داده اینو تعمیر کنه و اینه که تعمیر میکنه، اگه این بهش گفت و نیامد در ارتکاز، این چی حق داره؟ وقت اون ارتکاز العقود تابعت للقصود، اون ارتکاز درست. تیکه دویومش اینه که در جاهایی که شارع خیار قرار داده، اگه این جوری بود که از مصادیق اون مورد خیار بود، و حق خیار داره. و اما اگر نوبت رسید به تقاص، تقاص واسه این که هرج و مرج لازم نیاد، فقها تقیید میکنن تقاص را به دو شرط، فی محله هم هست. یک شرط این است که راه دیگه نداشته باشه برای تحصیل حقش الا این، دویوم اینه اجازه میخواد، اجازه از حاکم شرع میخواد. اگر هر کسی میاد یه پول کسی رو بر میداره، میگه این من ازش طلب داشتم، این انکار کرده، تقاص خواستم بکنه، که این باب واز نشه که هرج و مرج بشه، اجازه میخواد. وقت معلومه فقیه جامعه شرط هم زود اجازه نمیده. بله، چه گیری داره؟ چی عمومات نظر؟ یوفون به نظر، یه آیه شریفه. شما یه وقت نظر میکنید یه گوسفند برای حضرت عباس علیه السلام بکشید، یه وقت نظر میکنید که اگر حاجتون داده شد خدایا یه چیزی من انجام میدم، حالا نماز گوسفند میکشه، پول به فقیر میده، چه گیری داره؟ عمومات نظر چرا نگیرتش؟ کی گفت؟ یا شاید مطرح نکردن بعضی ها، اما حتما دلیلی نداره که منظور باید معین باشه. من اینقدری که برخورد کردم ندیدم دلیلی هم نداره، عمومات نظر میگیرتش. همون محل خلافه، همون محل بحثه. بله مشهور گفتن زمان ما لم یجب، زمان نمیاره، یک وعده است. اما خود همون یه عده تصریح کردن چرا نیاره؟ به خاطر عمومات، یعنی به نتیجه تابع برداشت، یعنی از مسلمات نیست. نه مشهور گفتن، عرض کردم زمان ملم یجب حکم زمان نداره، یه وعده است، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. اشکال نظر من عیبی نداره، اشکال نداره. در چی؟ مقویه یا غیر؟ مرحوم والد ما خدا رحمت همه گذشته، مرحوم آقای بروجردی عده تصریح میکردن که آمپولای مقوی برای روزه اشکال دارن و فتوا نمیدادن، احتیاط وجوبی میکردن. به لحاظ این که مثلا این صوم اسمش نیست که آدم یک آمپولی بزنه که هیچ احساس گرسنگی نکنه، آمپول مقوی. از اون مشکل تر مسئله این سروماست، با قول عربا مغذی،
که میذارن. ظاهرن مفترات هیچ کدومش مصداقش اینا نیست، نه اکل و شربش میگن، نه اینکه مسئله غبار غلیظ میگیرتش، مصداقش نیست. بله اون حکمت صوم، نه علت، لیحس الغنی بس جوع الفقیر و عطشه، اون کم میشه یا نمیشه، خب حکمته. و الا این کسی که در چله تابستون جلو کله رو میخوابه از بعد نماز صبح تا قبل نماز مغرب که پا میشه نماز رو عصر میخونه، روزش باطله؟ نه، ثوابش کمه. به نظر اونا حکمه نه علته. وقت این خلاف اون حکمته است، آمپول مقوی بزنه، سرم بزنه، اینا خوب نیست، ثوابش کم میشه. محلاوت دنیا مرارت الاخره است. این نه شاملش میشه، اما روزش باطل نیست، اشکال نداره. بله، اگر این روایت هم نبود یا این روایت سند نداشته باشه که اعتبار در مقام احکام الزامی داشته باشه، روایات، من اینجا اینو تذکر بدم، روایات فقط و فقط در مسائل الزامیات، اقتضائیات، چی واجبه چی حرامه، اینه که باید جهات اعتبار درش باشه، یا سند معتبر داشته باشه، یا معمول بها باشه، یا جبر دلالی، جبر سندی داشته باشه، معارض نداشته باشه، اعراض ازش نشده باشه. این در واجبات و محرماته و قبل از واجبات و محرمات در عقائده، نه در اصول عقائد که خود توحید و خود عدل و خود نبوت و خود امامت و خود معاد باشه، چون اونا حتی روایت معتبرات سند به دردش نمیخوره، اونا باید علم باشه، باید شخص یقین داشته باشه، حالا یقین از هر جا علم پیدا کنه. اما در فروع و شؤون اصول خمسه، شؤون توحید، اسماء الله، اسماء حسنا، صفات خدای عز و جل، اینا با دلیل معتبر ثابت میشه، گیری نداره، یعنی علم نمیخواد اینا. این تو دعای جوشن هست، تو دعای دیگه هست، صفات خدای عز و جل، اسماء الله الحسنا تعبیر ازش میشه اینا. اما غیرش چیزای دیگه نه، مستحبات، مکروهات، بنابر مشهور، با روایاتی که سند تام نداره، دلالت تام نداره، اما ظهور یعنی برداشت، همون قاعده من بلغ همون قاعده تسامح در عدل لیسونه، خلاصه. اما در مسائل الزامی که مثل نظر و اینا باشه که واجب میشه بر انسان، آیا چی واجبه؟ عمومات نظر میگه اونی که نظر کرد تابع نیت ناظره. نظر کرده بود یه گوسفند، حالا گوسفند چاق باید بده، گوسفند لاغر بده، گوسفند متوسط بده، گوسفند نر بده، ماده بده، مجهول از این جهت نظرش چی بوده. اگه تو دلش گوسفند بزرگ بوده، نه، کمتر نمیتونه بده، چون تابع نیت ناظره این. اما اگر تعیین نکرد، حتی اگر یه مد گندمم نده، حتی اگه اون روایتم باشه، اگرم روایت صحیح باشه، نمیگیم لازمه باز یک بار گندم، چون تابع نیت ناظره. اگه ناظرش یه چیزی بوده که منطبق میشه بر مثلا نیم مد گندم، بازم کافی، اشکال نداره. ذاتن در ناظر منظور چی باشه، شرط صحت ناظر نیست. شرط صحت ناظر یک چیزه، و اون که معاهده با خدای عز و جل باشه. یه وقتی میگه یا امیر المؤمنین، اگه این حاجتمو دادید یه گوسفند میکشم، خب این باید وفا کنه،
اما این نذر شرعی اسمش نیست، باید با خدا باشه نذر، بگه خدایا، یعنی یوفون بالنذر تو روایاتش داره، باید معاهده با خدای عز و جل باشه، میشه وقت واجبه، یجب الوفا که یوفونم برخلاف نظر مرحوم صاحب مستند این جمله خبریه است دیگه انشاءنی علا کلن. اما منظور چی باشه تابع نیتشه، هرچی نیتش بوده در ارتکازش بوده همونه، همون ملاک. اگه ارتکازش چیز خاص نبوده هرچی بده صدق میکنه. نه لله علی لازم نیست، نه به عربی نه به غیر عربی، اما باید معاهده با خدا باشه. یک دو نیت دلیل خاص داره، نیت تنها کافی نیست، گرچه بعضی روایات داره اگه نیت کرد انجام بده اما حجیت نداره، نیت کافی نیست، باید لفظ باشه، یک کلمه خدایا بگه لفظ باشه. بله بله، نیت تنها ملزم نیست، الزام نمیاره. بله. آیا در نظر به اجنبیان نسبت به تصویرش نسبت به صورت و تصویر و عکس اجنبیان همینطوره؟ بعضی هم میگن اشکال داره. بعضی هم گفتن اشکال نداره. بعضی هم تفصیل دارم بین اینکه اون صاحب عکس رو میشناسه یا نمیشناسه. نه ملاک نیست، اونی که برداشت بنده است علی کل مختلف فرمودن اینجا، اونی که برداشت بنده است اینه صدق عرفی میکنه نه ملاک. خب میگم ملاک از کجا به دست آوردید شما؟ نه ملاک، صدق عرفی میکنه ولو توسعتن، یعنی وقتی قرآن کریم فرمود یا الذین آمنوا، چی آیه شریفه؟ یغضوا من ابصارهم، یعنی چشم زیر بندازن، یعنی نگاه نکنن. به چی نگاه نکنن؟ به زن نامحرم غیر وجه و کفین بنابر مشهور. وقت اگه گفتن به این نامحرم، به دختر عمود، به دختر خالت، دختر داییت، دختر نمیدونم عمه نگاه نکن، وقتی عکسش رو نگاه میکنه، برداشت من اینه توسعتا عرفیه مخالفت کرده. نه توسعتا عرفیه عدم خصوصیت مرتبه، اون یه چیزی غیر از اینه. من میخوام عرض کنم این همونه لتوسعت العرفیه، یعنی عرف به این، اگر یک کسی بهش گفتن به دختر عمود به سینش نگاه نکن به غیر وجه و کفین، این عکس دختر عمو رو گرفته که سینش در اومده، به سینش داره نگاه میکنه، این ممتثله، چون امتثال و عدم امتثال عقلائیه، این طرق اطاعت معصیه که به این میگن مطیع یا به این میگن عاصی. برداشت من لتوسعت العرفیه به این میگن عاصی. نه دلیل نداریم رضایت، نه دلیل گفته چشتو زیر بنداز، وقتی که چشتو زیر بنداز یعنی نگاه نکن، این زور داریم داریم، وقتی نگاه نکن ظاهرش یعنی اینه که نگاه به خودش نکن، اما به عکسش نگاه. حالا اگه وجه و کفیلش در اومده که وجه و کفن بی لذت که اشکال نداره، حالا اون خانمه راضی نیست این مرد بهش نگاه کن، باشه یا نباشه، دلیل نگفته راضی باشه یا نباشه. کلمه راضی نیست، بابا تو چارچوبه دلیل بیاریم، تو دلیل راضی باشه یا نباشه، اونجایی که جایزه جایزه، حتی اگر راضی نباشه.
عرف در موضوعات میره، در صدق اطاعت و معصیت میره. یعنی وقتی که شارع فرمود که چشتو زیر بنداز، یعنی نگاه نکن، عرف میگه چی نگاه کردن، چی نگاه کردن نیست. این عرف میگه، یعنی نگاه کردن، نه حکم که نکن و بکن باشه. اگر بعید بود هیچ برداشت من اینه. میدونم درست. آخه ملاک نمیدونیم. اگه بگیم ملاک یعنی حکمت و علت جعل شرعی، ما نمیدونیم علت چیه. ما هستیم و ظاهر این که چشت زیر بنداز، نگاه نکن. این چشت زیر بنداز به این دختر عمو که محرمت نیست نگاه نکن، این به عکسش هم نگاه نکن، تو دلیل نداره که به عکسش نگاه نکن. اما اگه این به عکسش نگاه کرد، از نظر عرفی این عاصی حساب میشه که تو طرق اطاعت و معصیت عقلائیه. یا این نه، این عاصی اسمش نیست. به نظر میسه برداشت من اینه که چرا عرف این عاصی میگه. گفت به سینهش نگاه نکن، این عکسش برداره به عکس به سینهش نگاه میکنه. اگر تشکیک در این شد، از عدمه قبول داریم. اما برداشت من فعلا اینه. و اونایی که هم گفتن، بعضی ها که فرمودن نه عکس اون نیست، عکس چیز دیگه است. همینجور گفتم، گفتم نمیدونیم ما این را. وقت اونایی که تفصیل دادن بین این که بشناسه یا نشناسه، نمیدونم این تفصیل دیگه وجهش چیه. چی؟ نه، الغاء خصوصیت در جاییه که علت را برداشت کنیم روی مناسبت حکم موضوع و قرائن. نه، ما علت را برداشت نکردیم، چون میدونیم علت حکم چیه. تنها فساد و اینا که نی، نمیدونیم. وقتی که ندونستیم دیگه نمیتونیم الغاء خصوصیت کنیم. الغاء خصوصیت یعنی از مناسبت حکم و موضوع و قرائن داخلی و خارجی کشف علت بکنیم. یعنی از این جزئی پی به کلی ببریم، به خاطر قرائن، به خاطر اینا. نمیدونیم فساد تنها فساد باشه. اگر نه زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام تو حج زن و مرد قاطی طواف میکنن، فساد هم خیلی میشده. خدا ها؟ تو غیر حج هم همین بوده. زن ها تو مدینه خدمت پیغمبر میمدن، توی حجت الوداع زن و مرد قاطی بودن تو من. نه نه، میدونم. ببینید، پس نگیم زن ها و مرد ها قاطی نباید باشن. اگه محجبه باشن با تمام حجاب، زمان پیغمبر بودن قاطی بوده، فساد هم می شده. روایت داره که امام حسین صلوات الله علیه مکه تشریف داشتن، توی طواف یک زنی داشت طواف میکرد، ذراعش در اومده بود، یه مردی پشت سرش بود، دستشو گذاشت رو ذراع این زن، چسبید. هرچی کردن جدا نشد، اومدن پیش امام حسین علیه السلام. حضرت دعایی خوندن، بسم الله گفتن، چیز جدا شد. خلاصه وقتی که زن و مرد با هم جمع میشه، این فسادایی هم میشه. خدا هم خودش خواسته این چیزا باشه تا مردم امتحان بشن. نه، تشریع یه مسئله است، تکوین یه مسئله دیگه است. شارع منع کرده، گفته نگاه نکنید، لمس نکنید، چی نکنید، نگاه. اما در عین حال خدا خودش شهواتو خلق کرده، خودش مرد و زن رو خلق کرده، خودش هم میدونسته یه عده به حرام میافتن. نه نه، اتفاقا روایت صحیحه داریم که حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف یسیر به سیرت جده رسول الله، روایت صحیحه، یسیر به سیرت جده امیر المؤمنین. اما نهی کردن. خب و
وقت زمان امام زمان هم نهی میکنن، بعضی هم عمل نمی کنن، اما غالب عمل میکنن. فرق زمان ظهور و قبل اینه که زمان ظهور اینجور که از مجموع روایت برداشته میشه غالب عمل میکنن، اما معناش نیست که دیگه نیست چیزی. نه، صلی الله علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. فبينما هو يخاطبهم فرماه رجل منهم بسهم أخفض به الطيف من الأذن إلى الأذن ومن الوريد إلى الوريد. ایوای دیشب به گاه بارن تا صبح ناله میزن، امروز روی دستم دیگر توار ندارم. ای هرمله مکش تیر، یک سوفکن کمان را، یک برگ گل کتاب تیر و کمان ندارم. من حال میگه از حج و مکه برگشتم، رفتم مدینه خدمت امام سجاد. حضرت فرمود هر مله در چه حالی است؟ گفتم زنده است، در کوفه است. حضرت دستان مبارکشون رو بلند کردن، فرمودن اللهم اذق حر الحديد، اللهم اذق حر الحديد، اللهم اذق حر النار. گاهی با آقا می گفتن آقا دیگر قتله، وقتی نامشون برده میشه این گونه نفرین نمی کنید؟ نام هر مله هرگاه برده میشه با شدت و حرارت نفرین می کنید؟ نفرمود هر مله به چشم عمویم، نفرمود هر مله تیر زجو به رگ دل پدرم رو قطع کرد.
فرمود برادر شش ماهم چه گناهی دو ای وای آخ بمیرم زیر عبا پنهان کرد به جانب خیمه لا اله الا الله لحظه ای که سکینه جلو آمد سوال کرد بابا امیدوارم برادرم رو سیراب کرده باشی عبا رو کنار زد آخ دید سینه ابی عبدالله خون آلوده باید او را سر جدا و تن جدا پنهان کن لا اله الا الله آرام بخوابان صورتت را بر شانه من گذار اسخر مگذار کشت مرا سکوت یک ناله ز دل برار اسخر میسور این بود که این بدن رو دفن کنه رای نبود برای دفن شهدا تنها یک بدن رو زیر خاک ها اما قبل از آن که دفن کنه نماز صبر خوند چه داغی بود که ملک ما بین زمین و آسمان صدا زد فنودی من الهوا صبر لک یا حسین خدا به تو صبر بده لقد عجبت من صبر ملائکت السماوات بالا بگیرم پرده حرم را از دور بینم روی از غرم را هنگام لالایی شده از غر تماشایی شده تیر از کمان هر مل پریدن از گوش تا گوش علی دریدن یا رب زهرای بتول قربانیم را کن قبول از آبم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا این بیت رو اگر بخوایم معناش رو در ذهن بیشتر بهش برسیم باید به اون لحظه ای فکر کنیم که حتی قطراتی آب به علی از قرد از آبم مزایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا یکی نگفت حسین غریب مهمان است یکی نگفت که این تشنه لب مسلمان است الا لعنت الله علی القوم الظالمین